فصل پنجم. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، فرزند خداست، و هر که پدر را دوست دارد، فرزند او را نیز دوست خواهد داشت. ما چگونه می دانیم که فرزندان خدا را دوست داریم؟ از اینکه خدا را دوست داریم و مطابق احکام او عمل می کنیم. زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست. زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتن و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. و کسی بر جهان پیروز نمی شود مگر آن کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. آمدن مسیح با تعمید و ریختن خون خودش همراه بود. آمدن او نه تنها با آب تعمید، بلکه هم با آب تعمید و هم با خون خودش ثابت گردید. روح خدا که حقیقت محض است نیز این را تصدیق می کند. پس ما سه شاهد داریم: روح خدا، آب و خون، و شهادت این سه شاهد با هم سازگار است. ما که شهادت انسان را می پذیریم، با شهادت خدا که قوی تر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادتی است که او برای پسر خود داده است. هر که به پسر خدا ایمان آورد این شاهد را در دل خود دارد، اما هر که شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد، خدا را دروغگو شمرده است. شهادت این است که خدا به ما حیات جاودانی داده است و این حیات در پسر او یافت می شود. هر که پسر را دارد حیات دارد، و هر که پسر را ندارد صاحب حیات نیست. این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید. اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. اگر کسی می بیند که برادر او مرتکب گناهی شده است که منجر به مرگ نیست، باید برای او به درگاه خداوند دعا کند. و اگر آن شخص مرتکب چنین گناهی نشده باشد، خدا به او زندگی خواهد بخشید. اما گناهی هم هست که به مرگ منجر می شود و من نمی گویم که در مورد آن دعا کنید. البته هر خطایی گناه است، اما هر گناهی منجر به مرگ نمی شود. ما می دانیم که فرزندان خدا در گناه زندگی نمی کنند، زیرا پسر خدا آنها را حفظ خواهد کرد و شیطان به آنان دسترسی ندارد. می دانیم که ما فرزندان خدا هستیم در حالی که تمام دنیا تحت تسلط شیطان است. ما می دانیم که پسر خدا آمده و به ما فهم آن را داده است که خدای حقیقی را بشناسیم. ما با خدای حقیقی و با پسر او عیسی مسیح متحد هستیم. این است خدای حقیقی و این است حیات جاودانی. ای فرزندان من، از بت‌ها دوری جویید.